سلام به همه همراهان عزیز در کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستی. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در این برنامه تصاویر و ویدیوهای تازه‌ای به دستمون رسیده که قراره بهشون واکنش بدیم. در کنار مادرم فکر کنم حرفای تاثیرگذاری هم زده بشه که پیشنهاد میکنم تا انتها ما رو همراهی کنید. قبلش کامنت شما عزیزان رو میخونم که دوست عزیزی برای ما نوشته: سلام به شما و مادر مهربانتان. مادر من فوت کرده، مادر شما مادر ما هست، قدرش را بدان، دنیا آخرت است. من هم مادر شما را میتوانم مادر جون بگم؟ حتما جواب بدین. خدا رحمت کنه مادر شما را، خدا رحمت کنه همه مادرها و پدرها و عزیزانی که از دست میرن. به هر حال مادر و پدر جبران نشدنیه توی این زندگی دیگه. فکر میکنم همه مادرها دوست دارن حالا فرزندان دیگه، آدمهای دیگه مادر صداشون کنه. فکر میکنم حس خوبی دست میده. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنون از محبت شما، روح مادرتون شاد. تجمع سراسری مردم فارس جهت خروج بدون قید و شرط افغانی ها از کشور. و تصویر دیگه هم داریم: توهین به مهاجرین افغان در شهر شیراز ایران، توهین به انسانیت است. یعنی دو تا پلاکارت تقریبا مخالف هم دیگه. یه سری ها میگفتن که توی شیراز، توی فارس، تو استان فارس یه مردم افغانستان نباید باشن، باید اخراج شن، به کشور افغانستان برگشت داده بشن. اینجا هم خیلی ها دارن میگن که توهین به مهاجرین، توهین به انسانیت. میگم انقدر این موضوع جدی شده داخل کشور ایران که من واقعا روزهای خوشی رو نمیبینم اگر همین روال ادامه پیدا کنه. به هر حال مسئولین، دولت مردان، مقامات بلندپایه باید بیان دخالت کنن و یه قوانینی رو وضع کنن، یه اتفاقی رو به هر حال رقم بزنن که شاهد این جور چیزا نباشیم، که مردم خودشون بیان. مثلا یه سری‌ها بهم میگن نه نباید باشه، یه سری‌ها میگن باید باشه. آره سریعا باید یه حرکتی بزنن که میام طبق قانون همه چی اتفاق بیفته. افزایش شمار پناهجویان افغان که از طریق گذرگاه مرزی زرنج در ولایت نیمروز در تلاش هستند تا وارد خاک ایران شوند، موجب نگرانی مقامات ایرانی شده. چنانچه وزیر کشور جمهوری اسلامی به دلیل پایین بودن ظرفیت پذیرش مهاجران از پناهجویان افغان خواسته تا به مرز ایران مراجعه نکنند. خب واقعا هم نمیشه دیگه، واقعا میدونی کشور ایران فکر کنم جا نداره، اینجوری میخوام بگم. آره جمعیت زیاده. آره میگم جمعیت خود ما ایرانی ها خیلی زیاده، جمعیت مهاجرینی که از افغانستان اومدن به ایران زیاده و شرایط اقتصادی هم الان انقدر بد شده که من پیشنهاد میکنم، نمیدونم الان اونقدر کارم فکر نکنم باشه که بخوان حالا مردم مهاجر نه از افغانستان، از کشورهای دیگه بیان ایرانو بخوان کار کنن. برای بسیار از پناهجویانی که این روزها از افغانستان عازم ایران هستن، این کشور مقصد نهایی نیست، بلکه پلیس برای رسیدن به اروپا. این افراد در تلاش هستند تا از طریق ایران خود را به ترکیه رسانده و از آنجا رهسپاره کشورهای اروپایی شوند. به خاطر وضعیت فعلی افغانستان ما مجبور شدیم بیایم به ترکیه. من نمیخوام ترکیه بمونم و هدفم اینه که جلوتر برم و از دولت ترکیه میخوام که به ما این اجازه رو بده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد تا پایان سال جاری میلادی حدود 500,000 پناهجوی افغان عازم کشورهای همسایه افغانستان خواهند شد، رقمی که با وضعیت اقتصادی که افغانستان این روزها تجربه میکند بیم آن میرود که افزایش پیدا کند. این هم خیلی جالبه دیگه. میگم توی سری از ویدیوها ما از افغانستان خبرهای خوب میشنویم، اتفاقهای خوب میبینیم، هم از وضع اقتصادی هم از وضع امنیتی و اینا. بعد از اون طرف توی سری اخبارهای دیگه میگن وضع اقتصادی بد، مردم ناراضین، کار نیست، دارن میرن. آره نمیدونم آخر واقعا نمیشه، آدم نمیفهمه کدومشو باید باور کنه. آدم تا نره یه جای زندگی نکنه به نظرم نمیتونه 100% بگه. شاید شماهایی که توی افغانستان هستید، این شرایط رو دارین پشت سر میگذارین، بهتر بتونید بگید آیا افغانستان الان در حال حاضر وضعیتش خوبه از نظر زندگی، از نظر کاری، از نظر درآمدی یا نه. داخل کامنت ها برام بنویسید. احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری گفت که شهروندان خارجی بدون مدرک باید تا پایان سال 1403 خورشیدی ایران را ترک کنند. این مقام جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که اتباعی خارجی بدون مدرک مدت هاست از امکانات کشور ما استفاده کردند،
اما اکنون زمان آن است که از کشور خارج شوند. انشالله ما عزم پلیسمون و مرزبانیمون در خصوص ساماندهی اتباع غیر مجازی که در چند سال گذشته رسوب کردن در داخل کشور ما داریم انجام میدیم. با توجه به این که سیاست بر این هست که تمام اتباع غیر مجاز باید این عزیزان تا پایان سال کشور ما رو ترک کنن و به کشور خودشون برن، ما مهمان نوازیمون به حمدالله زبان زده در دنیا هست، نه هزینه ای از کسی گرفتیم، از همه ظرفیت های کشور ما بهداشت و درمان و عرض شود سوخت و سوبسید نان و غیره استفاده کردن. خوشحالم هستیم، مسلمانیم، اعتقاد داریم. مثلا اینکه دیگه واسه این قضیه کاملا جدی شد، چون فرمانده مرزبانی گفته و با همکاری پلیس تا پایان سال 1403 که حدوداً از موقعی که این ویدیو گذاشته میشه حدوداً تقریبا میشه 6 ماه 7 ماه دیگه، قراره کسایی که به صورت غیر قانونی مهاجرت کردن به کشور ایران و اون مدارک مورد نیاز و مدارک قانونی رو ندارن برگشت داده بشن به کشور افغانستان. حالا یا خودشون تا اون موقع تصمیم میگیرن برن، یا اگه نه فکر کنم دیگه احتمالاً پلیس و مقامات بلند مرتبه کشور ایران از اون موقع به بعد احتمالاً اقداماتی رو انجام بدن. رفتارمون هم رفتار مسلمانی هست، این کارم انجام دادیم. اما بالاخره این دوستان باید انشالله برگردن به کشورشون، چون مطالبه و حق مردم ما هست که ما انشالله بتونیم ارتقای نظم عمومی رو با قدرت بیشتری استمرار ببخشیم. ما فرد از افغان و بسیار قوت اطمینان براتان میگم که ما تحمل حرکت های نادرست مغایر ارزش های اسلامی، مغایر همه قوانین حقوق بشر تحمل کرده نمیتونیم. یک کمک به هوش بیاین همسایه ها، شما قرضدار خون این ملت هستید. روس‌ها برای گرفتن افغانستان نیامده بود، روس ها میخواستن به خلیج با آبهای گرم این برن، مگر دیوار آهنین قربانی ها و ایثار این ملت بود که شما آرام خوابیدین و از همه گزند در حمام بودین. ما حالا به نظرم اتفاقی که باید بیفته اینه که رفتار محترمانه ای صورت بگیره. حالا فرقی نمیکنه اگر میخوان تصمیم بر این شده که مهاجرین غیر قانونی خارج بشن، که به نظرم کار درستی هم هستی، کلا کسی که غیر قانونی وارد یک کشوری شده باید از اون کشور خارج شه. حالا فرق نداره اگه ایرانی هم غیر قانونی مثلا پاشو بره آلمان دولتش وظیفه‌شه که اونو خارج کنه چون غیر قانونی اومده، این اوکی تا اینجاش. اونم که قانونی هم باید بهشون خدمات داده شه چون قانونی وارد شدن. ولی به نظر من همه اینها باید در کمال ادب، احترام و متانت، آره شأن انسانیه باید رعایت بشه. از حق فرد خود در چوکات قانون و ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنیم و به اینمی اکتفا کنند که دیگر افغانستان و مردم افغانستان آواره نیست. تصمیم جمعی، تصمیم همه افغانهای خارج کشور ما عودت به کشور است. عودت کشور زمانگیر است. جهان جنجال ها بر ما آفریده، همسایه ها در چوکات تمدن اسلامی، در چوکات آریانای کبیر مکلفیت های فرهنگی، تاریخی، سیاسی و انسانی تانه درک کنین و به او عمل کنین. اسلام دین عمل است نه شعار. ما از حق و حقوق انسانی و مدنی هر فرد که تابعیت افغانستان داشته باشه در سراسر جهان دفاع میکنیم و این میثاق ملی و تعهد امارت اسلامی افغانستان است. این خیلی خوبه دیگه، کلا هر کشوری باید بیاد از حق مردمش دفاع کنه.
دولت ایران باید بیاد از حق مردمش دفاع کنه در سراسر جهان، دولت افغانستان از حق مردمش دفاع کنه در سراسر جهان و همه این اتفاقا باید بیفته. ولی باز هم همونطور که گفتم در راستای اینکه شأن انسانیت زیر سوال نره، طبق قانون، طبق قانون حقوق بشر سازمان ملل همه این موارد بره جلو، از اون طرف در کمال ادب، در کمال آرامش این اتفاقا بیفته. یه سری اتفاقهای متأسفانه چند وقت گذشته افتاده دور از شأن انسانی بوده، از هر دو طرف هم واقعا بوده، توی داخل مثلا شهرهای مختلف تهران اتفاق افتاده متأسفانه که اصلا اونا رو ما قبول نمی کنیم، هیچ کسی، هیچ انسانی فکر نکنه اونا رو قبول کنه. باید قشنگ بسپاریم به دولت، بسپاریم به مسئولین بلند پایه، طبق قانون کارهایی که باید انجام بشه انجام بشه، قانون رو نظم بدن. مطمئن باشین که ملت مجاهد و امارت اسلامیتان از فرد فردتان در هر گوشی دنیا که باشه دفاع میکنن. ما از عودت کنندگان افغان با قوت و قاطعیت دفاع میکنیم. مطالبه ما ایست که مجرمین به زودترین فرصت به چنگال قانون و عدالت سپرده شوند. ما حق خود میداریم. اگر ما توقع اخلاق انصار و مهاجر از همسایه‌ها نداشته باشیم، حداقل با منشور حقوق بشر فعلی خواهم کمک احترام کنیم. مرسی از اینکه تا انتها همراه ما بودین، ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم لذت هم برده باشید و به صحبت جالبی زده شد، گفته شد، هم از طرفین افغانستانی هم از طرفین ایرانی. میگم ما سعی داریم میکنیم فقط اینها رو بازنش بدیم، صحبت کنیم راجبشون، واکنش داشته باشیم و حالا حرفایی که شاید لازمه رو بزنیم. ولی باز هم من همه مردم رو، همه مردم سراسر این جهان رو دعوت به آرامش میکنم. اصلا چقدر واقعا بده، چقدر زشت آدم وقتی که عصبانی میشه، وقتی که عصبانیت خودشو بروز میده و کافی یه فیلمی از اون شخص بگیره آدم، یا نمیدونم خودش بره تو آینه خودشو ببینه، اون چهره واقعا اون چهره انسانی اون نیست، متوجه نیست شاید خود اون فرد، ولی مثلا از بیرون شاید یه عکسشو بگیره. آره همینو میگم، خودشم ناراحت شه. میگم شاید خودمون، خود اون شخصی که عصبانی، خود اون شخصی که حالا پرخاش داره میکنه، تصویرش گرفته شه، بعدن تصویر خودشو ببینه میگه اه من چرا این کارو کردم، چقدر تصویر من زشت شده. پس شاید یکم بهتره با ملاحظه، با یکم رفتار بهتری رفتار کنم. و میگم این اتفاقهایی که متاسفانه داره میفته توی کشور ایران بین مهاجرین و مردم ایران که واقعا خوشایند نیست. اگر هم هر مطالبه‌ای داریم، اگر هم هر چیزی میخوایم، خواستمون هر چیزی هست، میتونیم خیلی متمدنانه، قانونمندانه رفتار کنیم، اون مطالبمون رو بگیم و حالا اون کسایی که رتبه ای دارن، درجه ای دارن، اونا رو پیگیری میکنن. اصلا قشنگ نیست، واقعا اصلا قشنگ نیست. توی هر موردی، حالا نه تنها این موردا، توی هر موردی بخوایم پرخاش کنیم، بخوایم یه جوری به جون هم بیافتیم، زندگی رو برای هم دیگه سخت کنیم، نتیجه هم نمیرسه کسی. اصلا تهش چی نمیشه، تهش واقعا دردسر برای خودمون میشه. چون به هر حال اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، باز هم دوباره قانونی هست، پلیسی هست و میگم برای خودمون تهش دردسر اتفاق میفته. مرسی از همراهیتون، امیدوارم که صلح و آرامش، عشق و محبت تو زندگی تک تکتون جاری بشه و هر مطالبه و هر خواسته ای هم که دارید از طریق قانونی قطعا پیگیرش بشین و قطعا بهش هم میرسید، اگر در راستای متانت و انسانیت باشه. مرسی از همراهیتون، تا یک ویدیو دیگه شاد و پر انرژی باشید. ویدیو ما رو برای دوستانتون بفرستید، کانال رو هم لایک، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بفرمایید. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ، در پناه خدا باشید. We'll be right back.